در کجای که باشی فایده آور باش. مثال شخص مؤمن به مثل زنبور عسل است. چیزی نمی خورد مگر چیز پاک و تازه و چیزی از خود نمی گذارد مگر چیز خوب. و اینچنین مثال شخص مؤمن به مثال درخت خرما است که آن فایده آور و خیرش دوامناک است. فایده رساندن مردم از بهترین صفات شخص مؤمن است، زیرا آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم به درخت خرما مانند کردند که درخت خرما خیر آن زیاد است، میوه آن خوشمزه است و سایه آن دوامناک است و همه آن فایده آور است. اینچنین شخص مؤمن به مثل این درخت فایده رسان است. احسان به خلق الله از بزرگترین راه خیر است که به سبب آن نعمتهای الله جلب کرده بدیها دور می گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دوست داشته ترین مردم در نزد الله فایده آورترین آنها است. حدیث با روایت امام طبرانی. و دیگر نیکی به مردم دعوت آنها به سوی الله سبحانه و تعالی است و برآوردن آنها از ظلمات کفر و معصیت به سوی نور توحید و طاعت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و کس نیکوتر به اعتبار سخن از شخصی که مردمان را به سوی الله دعوت میکند و کار شایسته کند و گوید به راستی که من از مسلمانان هستم. سوره فصلت آیه 33. و از جمله احسان به مردم حاجت آنها را برآورده آنها را نجات دادن است. و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنی که در غم برآوردن حاجت برادرش باشد، الله سبحانه و تعالی در غم آن بنده است. آن کسی که یک غم اندوه یک شخص مسلمان را می برآورد، الله سبحانه و تعالی غم اندوه او را در آخرت می برارد. آنه که عیب یک مسلمان را می پوشاند، الله سبحانه و تعالی عیب او را در روز قیامت می پوشاند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و از احسان به مردم تعلیم دادن علم فایده‌ناک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما آنه که قرآن را تعلیم می‌گیرد و تعلیم می‌دهد. حدیث با روایت امام بخاری. و از احسان به مردم صدقه دادن از کسب حلال خود است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مثال شخص مؤمن به مثال زنبور عسل است. پاک و تازه می‌خورد و از خود چیزی پاک و تازه می‌گذارد که آن نه می‌شکند و نه فساد می‌گردد. حدیث با روایت امام احمد. و از احسان به مردم گرفتن پرتاوها از راه آنها است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مرد در راه می رفت، شاخی درخت را دید که آن خار داشت، پس آن را از راه دور کرد، پس با این عملش شکر به پروردگار کرد، پس الله سبحانه و تعالی او را مغفرت کرد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و از احسان به مردم آشتی کناندن آنها است و شفاعت کردن حاجتمندان است. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند برای از بین بردن نیازهایشان شفاعت کنید تا اجر پاداش بگیرید و الله سبحانه و تعالی آنچه بخواهد بر زبان پیامبرش جاری میکند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و اینچنین احسان به مردم یاری دادن آنها در کارهای ثواب و خدا ترسی است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند البته شخص مؤمن برای مؤمن دیگر به مانند یک خانه است که بعضی آن به بعضی دیگر پیوست است. و پس پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتان خود را با هم داخل کردند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و اینچنین آموزاندن کسب به مردم مادامی که آنها برای کسب آموزی نفقه آن را نداشته باشند. پس به بندگان احسان بکن تا الله سبحانه و تعالی تو را دوست بدارد و به مردم احسان بکن تا مهربانی آنها به تو زیاد گردد و تو به محبت الله سبحانه و تعالی نائل کردی. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و نیکوکاری کنید، همانا الله سبحانه و تعالی نیکوکاران را دوست می‌دارد. سوره بقره آیه 195.